سلام، من کامیز حسینی هستم و این پولیتیک هست ملت، برنامه ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش. در هفته گذشته موضوع اطلاع رسانی در مورد بیماری ALS از طریق چالش سطل آب یخ خیلی با اقبال عمومی مواجه شد، به این ترتیب که با ریختن آب یخ روی سر یه شوک به مغز آدم میاد و یک حالتی رو شما تجربه میکنید که این بیماران تجربه میکنند. افراد خیلی زیادی این کار رو انجام دادن در سراسر دنیا و برای اطلاع رسانی درباره این بیماری تلاش کردن. ما هم اینجا یه سطل داریم، سطل آب یخ، که البته الان توش هیچی نیست، کم کم در طول این برنامه یخ می‌ریزیم توش و جای جاش که شد خالی میکنیم رو سرمون. شما هم میتونید در ایران و خارج از ایران به انجمنهایی که روی این بیماری ها کار میکنند از طریق این آدرس ها کمک کنید و امیدوارم کمپین های موفقی برای آگاهی رسانی در مورد بیماری های دیگه هم به راه بیفته، چون خیلی از بیماری ها هستن که مردم ازشون اطلاعی ندارن و ما هم به سهم خودمون تلاش میکنیم در این برنامه این آب رو هر چقدر بیماری های بیشتری رو معرفی میکنیم یختر میکنیم، یخشو بیشتر میکنیم، نه فقط برای بیماری ALS که خب بسیار دردناکه، بلکه بیماری های دیگر که عموم مردم اطلاع کمتری در موردشون دارند. سعی کنن آقایون جامعه رو دو قطبی نکنن. البته بیماری دو قطبی هم از بیماری های جدی است و خوب مردم در موردش بدونند. یخ بریز لطفاً. که برای اطلاع رسانی در این مورد ما به یخ بیشتری نیاز داریم. یخ ریختن ما هر چی رو که قطبی بکنه جامعه رو دو قطبی نمی‌کنه. یخ بریز. مشکل آقا یخ بیشتر لطفاً بریزیم. بعد پرش از یخ، بعد آب هم می‌ریزی توش دیگه. این بیا بس. دو قطبی کردن جامعه به ضرره. اگه ایشون میگه به ضرره، حتما یه خیری توش هست. به ضرره یخ بیشتر، این خودش بیماری ضرره. حالا مردم چی ضرر داره؟ مردم رو خسته میکنه. اوه، خسته هم میشن مردم. این خستگی هم یخ بیشتری لازم داره. یخ بیشتر بیاری، یخ بیاری. دو قطبی شدن هم به ضرره، هم مردم رو خسته میکنه. اینقدر یخ، اینقدر یخ زیاد بریز. آره آخ، حالا جناح‌ها اشکال نداره ها، جناح بندی اشکال نداره. آه، جناح‌ها اشکال نداره. برده آقا از این یخی سره. جناح‌ها اشکال نداره. بیشتر داره. اینجور دلوپی می‌ریزی یه دونه یه دونه برمی‌داری. دو قطبی کردن مشکل داره. اون موقع جناح بندی که خودشون هم قطبی کردن اشکال نداره. آخه شما چهار تا جمله بگو که پنج بار خودت توش نقض نکنی. این همه بی خودی یخ ریختیم این تو. یخ زد اینا. همه نکاتی که مقام معظم رهبری در دیدار در محضرشون فرمودن، دولت برای همه اونها برنامه ریزی خواهد کرد. دولت واسه همه نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودن برنامه ریزی خواهد کرد. اون کتری آب جوش رو بیار آقای زره، بریز توش یه ذره این یخو واشه. در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. یعنی اینجور که میگیم جناح بندی ها و برادری و رفاقت و انس و اینها که همیشه توصیه میکنیم در یه جاهایی است، یه جاهایی نه. نه، به نظر من این آب دیگه زیادی گرم شد، خط قرمز و فلان و بیسار، خودش یخ بیشتری لازم داره. یخ قطب شمال رو هم این قضايا یخ داریم، باز آب میکنه. یخ بریز، یه ذره بیشتر یخ بریز. اینا همه بیماری ملت، یخ بریز. بس مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود داره، به هر حال ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی داره، خب ما یه قوه قضایی فردی رو محکوم کرده. یعنی اگه مقام معظم رهبری هم به فرمان واسه خودشون فرمودن، مملکت قانون داره، اگه شما حکم قانونی داریم ما در خدمتیم، اگه ندارین این که من میگم علی حساب چند یخ بردار توش. به خاطر این حرفی که زدن یه چند تا یخ بردار، بیشتر بردار. آقا دو دستی بردار. اینجوری ما
نمیپذیریم که کسی بخواد بر مبنای توهمات فردی رو محکوم بکنه یا به دولت بگه که این فرد محروم از حقوق اجتماعی. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه میخواد. آقا بالاخره ما این سطل رو بریزیم رو سر خودمون یا نه؟ کل یخترش کنیم یا گرمترش کنیم؟ برداشتین جامعه رو دو قطبی چیکار میکنیم؟ بلش کن بس جامعه رو دو قطبی کردین، بعد به مقام معظم رهبری میگین این ورم هست که متوهم الحق و الانصاف ورشکسته میشی. من به اساس تجربه میگم، شما رئیس جمهور نبودی، ما این کاره بودیم، به رئیس جمهور قبلی هم گفتیم ورشکسته شد. خلاصه ما بگیم شما دو روز رئیس جمهور شدی، ما این کاره بودیم، ما ورشکسته میشی. دولتی که چونن راهنمایی و چونن حکیمی داشته باشد و نتواند خودش رو تطبیق بدهد، الحق و بالانصاف ورشکسته است. البته یه همچین راهنما و حکیمی که اینقدر قطب قطب میکنه، خودش به طور جداگانه پروردگار قطبسازیه. راهنما و حکیم رو بذار در حال قطب قطب کردن. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله. و همچنانی که خب آقایون وزرا هم در جلسات رأی اعتماد تکیه کردن رو این مسئله و به جا هم بود تکیشون و درست هم هست، روی همون هم باید بیسته. خب الان این فتنه که راهنما و حکیم فرزانه اینا میگه قطب نیست چیه پس؟ قطابه؟ اصلا تمام بدبختی این مملکت از همون روزی شروع شد که قطب زاده پاشد اومد ایران. امام راحل هم بند خدا اون اوائل به اندازه امام فعلی حکیم و راهنما نبود، جامعه چند قطبی شد. الان اون موقع امام راحل مثلا فلان درگیره یه دو قطبی گنده تر تو دنیا بود که خب شکر خدا بعدش برداشت ادوارد شوارتنادزه و بدبخت رو با جوراب آورد جماران، گفت من میخواستم جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم، بعدش هم پاشد رفت. положение мы согласны по некоторым можно испортить. ایشون بگه که من میخواستم یه جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم. Спасибо за это послание. Передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане. Но тем не менее на то свое послание ответ не получил. وسرعان ما غادر الغرفة دون أن يلتفت إلى شفردنادزه الذي ارتسمت على وجهه علامات الارتباك والحيرة، ولم يلبث الأخير أن غادر طهران وفي جعبته الكثير من الأسئلة. همونطور که مشاهده کردید، دست ندادن با شخصیت‌های مهم نیز از صفات بارزه امام بود. اینطوری یکی از دوتا قطب اون زمان اول جلوش یه فضای بزرگتر باز شد، بعدش هم تیکه پاره شد رفت به کارش. شکر خدا جهان از بیماری دو قطبی نجات پیدا کرد، شد یه قطبی. حالا البته میان انتقاد میکنن و اینا، ایرادی نداره، منتها از یه حدی. خب این ایرادی نداره، منتها از یک حدی نگذارید بره بالاتر. همون دمت گرم و ایوالله و کشش نده. خودمون در واقع حضرت راهنما و حکیم فرزانه میفرمایند ما یه دونه قطب بیشتر نداریم، اونم خود منم که خب هستم خدمتتون. تا وقتی من هستم نمیذارم قطب زاده و افشین قطبی بیان قطب قطب بکنن، قطب تولید کنن، خودم قطب قطب میکنم. حالا اگه خود خداوند متعال هم همه چیز از بد و آفرینش دو قطبی آفریده، اون دیگه ای بویرد از خداست. هر کسی قطب خودش، مت به خودش، آتش به انبار خودش. البته بگذاریم که الان خود کره زمین هم اینا ها بیا این دو تا قطب داره و یعنی ما الان با این حرف خلاف آفرینش راهنما و حکیم فرزانه ما چیکار کنیم؟ از این به بعد رو قطب‌نما فقط یه فلش بچسبونیم، هر جایی رو نشون داد بگیم مقام معظم رهبری اون طرفیه؟ الان قطب فقط قطب علی، رهبر فقط سید علی، یا قطب فقط قطب الله، رهبر فقط عین الله؟ من میگم اصلا آقا اگه الان نظام رو مثلا بذاریم رو حالت بازگشت به تنظیمات کارخانه دیفالت، برگردیم دیفالت، به جای قطب فقط قطب علی برگردیم به اون حزب فقط حزب الله، والا بیشتر کارمون را میفته. مگر میتوان با یک جناح کشور را اداره کرد؟ مگر میتوان با یک جناح کشور را اداره کرد؟ کشور را ملت اداره می کند، نه حزب، نه یک جناح. بفرما
اصلا اون اولش اومد قطب سازی کنه، الان اینجوری شد. فقط من نمیفهمم اگه قرار ما فقط یه قطب داشته باشیم، خب خود راهنما و حکیم فرزانه فلان بیسار شکر خدا از سیاست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ و ورزش و راه ترابری و علوم و ارشاد و بند و بساط و خلاصه از همه چی که هم سر در میاره، هم اظهار نظر میکنه، هم اصلا به همه میگه چیکار کنین چیکار نکنین. هر رئیس جمهوری هم که میاد یا میخواد بیاد خلاصه یا فتنه میکنه یا انحراف میکنه یا میزنه تو کار قطب. خب ایشون خودش با حفظ سمت الان رئیس جمهور هم هستش دیگه. الان این که به قلقل افتاد دیگه، الان با این حرفایی که با این مسائلی که در ایران داره اتفاق میفته دیگه، این آب دیگه داره قلقل میکنه. این امام که میگه قطب فقط قطب علی، امام قبلی هم که هی میشست پا میشد میگفت وحدت کلمه، یعنی من حرف میزنم شما همونو تکرار کنین، خود به خود به وحدت میرسیم. خدا امام بعدی رو به خیر کنه انشالله. این آبم به سلامتی جوشید، اگر که یخ میماند همچنان ما میریختیم سرمون، ولی چون داره الان دیگه جوش میزنه، بخار ازش بلند میشه، ما میتونیم باش الان یه چایی بزنیم دیگه سلامتی. او 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 نندگان عزیز، حالا خدمت شما عرض شود که بله چونی 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 در دنگا تکن چونی چونی کوروش کبیر داشت میرفت، گفت آه خداوند این کشور را از سه چیز دور نگه دارد: دروغ، دشمن، خوش‌سالی. دروغ که شما خب خود بهتر میدونی استادی خداوند نه تنها دور نگه نداشت بلکه گسترش داد. دشمن که ما بهتر میدونیم خداوند هر کاری کرد دور نگه داره، ما خودمون برای خودمون چپ و راست تراشیدیم. یه خشکسالی مونده بود که خداوند بنده خدا یه چند هزار سالی زحمتش کشید به سفارش کوروش دور نگه داشت، تا اینکه چند وقتی هستش که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی کشورمون جدی شده. چند وقتی هستش که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی کشورمون جدی شده. روند کم آبی و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها شدت گرفته و حالا سدهای اطراف پایتخت هم در مقایسه با سال گذشته با کاهش شدید آب مواجه شدند. دریاچه ارومیه از شدت خشکی شورش در اومده، تا حدی که چند تن از اهالی ارومیه تصمیم گرفتن به جای شرکت در چالش سطل آب یخ، در چالش سطل نمک شرکت کنن. شاکشین ملت. شاکیان ملت. زاینده رودم که دیگه نازاینده رود شده، رسماً دیگه داره زمین خاکی میشه. مکان مناسب برای از صفر شروع کردن فوتبال و تیم وحدت و سدمیتی هفته‌ای و اینا. قدیم میگفتن گر شد از کفت یار بی وفا، کن کنار پل سراغش. از کی گفته اینا گفتن دیگه؟ الان دیگه حتی قدیم نیست دیگه، الان دیگه پل بدون آب دلگیر دیگه، مشکل خودته. یار از کفت رفت، آقا باید بری یه فکری به حال خود بکنی زیر پل. ملت البته شاکی هن. بفرم این زاینده رود پر آب حق مسلم ماست که الان دیگه بی آبه. این از زاینده رود، از اونم درچه هامون هم شده مثل حمید هامون تو فیلم هامون. این آب آقا سهمشه، عشقشه، طلاق نمیخواد بده. دریاچه بدون آب که دیگه زمین فوتبال خاکیه که. اصلا الان یه توریست آقا بیاد ایران، دور تا دور یه سری خشکی میبینه که کنارش تابلو دادن شنا کردن ممنوع یا خطر غرق شدن، بعد فکر میکنه اینا مثلا گرافیتی تحت نظارت دولته، شاید ذوقم بکنه. حالا درسته کم بوده، بارون بوده و این مدل مشکلات، ولی فقط این نبوده، یعنی بوده ولی چیزای دیگه هم بوده. من نمیگم، آدم حسابی مملکت میگه، پروفسور کردوانی چهره ماندگار مورد تایید کوروش کبیر. با این وضعی که ما داریم سه چیز رو باید کنیم. یکیش وزارت نیرو میگه آب مصرف نکنید ندارم. وزارت کشاورزی میگه وظیفه منه، به من گفتن من سطح کشت توسعه بدم، گندم به خودکفایی برسم. پس چی؟ شهرداری هم میگن چی؟ محیط زیست
فضای سبز توسعه بده، پس میشه. اون میگه ندارم، پس چه هماهنگی باید پیش باشه وقتی که الان قرار همین برای تهران پیروز نوشته، هفته گذشته توی همشهری نوشته بود. خب گوش کن اینه چقدر فاجعه است. بگیم دوای موسوی تمامه، آخرشه تموم میکنه. چقدر 2500 هکتار به فضای سبز تهران اضافه کنن. آخه این کدوم بیعقلی که این حرف میزنه. حالا آن خوردنیش 2500 هکتار فضای سبز دارم چی بیره چمن بری بکاری؟ کدوم بیعقلی؟ ایشون هم شاکیه، ولی راست میگه. فضای سبز وسط بیابی، گاو ما شیر نمیداد اما ماشاءالله به ش... بعد مدیر وقت مملکت، پدر علم به مملکت، در کمترین زمان ممکن چهره اجباراً و ناچاراً ماندگار، نظرش چی بوده؟ یه آقایی که سیاستمداره، رشته تحصیلیش هم رشته آب و عمران و اینها نیست، هفتش پیش یه مقاله نوشته بود درباره بحران آب در 30 سال آینده و یه نقشه از دنیا، یه مناطقی رو گفته بود خشک میشن اینا، ترکیه به این ور، از ترکیه به سمت ما و به سمت شرق. درست این محدوده‌ای که اونها ازش میترسن به خاطر تمدن‌سازی و فرهنگ آفرینی، اینا رو کشته بود خشک. جلسه بودیم، کسی مطرح کرد که آقا بحران آب هست و این آقا هم مقاله نوشته. بعدم این آقا که اصلا کارش این نیست، تخصصش آب و هواشناسی و نام هیدرولوژی و اینا نیست، که این چطور همچین تشخیصی داده؟ تو خوبی بابا، تو متخصصی، تو سر کار تخصصیت بودی 8 سال. اخباری داشتیم که در اروپا دارن این کار رو میکنن، یعنی دارن ابرها رو تخلیه میکنن که به سمت ما نرسه. بعد بررسی هایی هم کردم، یقینی شد برام که اون حرفی که اون آقا زده است یه پیشبینی علمی نیست، خبر از یک حادثه ایست که طراحی شده است. مرد حسابی، بنده خدا درست میگفت. من نمیدونم کی بود حالا، ولی حرفش درست بود. اینو من نمیگم، ناسا میگه. ناسا اعلام کرده در 30 سال آینده 40 کشور درگیر بحران بیابی خواهند شد که رتبه 4 این لیست ایرانه. بیشترین دوران خشکسالی برای یک کشور 7 ساله که امسال ایران وارد 7 سال شده. حالا فکر نکنید چون محمود اینا رفتن مشکلات حل شده. احمدی نژاد رفته، احمدی نژادیسم که نرفته. شما نگاه کن الان که کشور تا خرخر تو خشکسالی گیر کرده، اون وقت نگرانی اصلی مراجع و تعداد زیادی از مسئولین اینه. مورد بسیار مهمی که مورد نظر مراجع بزرگوار هستش و اخیراً هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی نگرانیشون رو در این زمینه اعلام فرموده بودن. ما سیاستمون این هستش که همانند 2 سال گذشته که رایتل برای نسل 3 خدمت رسانی به مردم کرد، ولی ما تماس تصویریشو اینو مسدود کردیم تا زمانی که پیوست فرهنگی به تصویر برسه. آقای مورد تایید کوروش کبیر رو بذار، ایشون ببین آدم حسابی مملکت. لاش خوشسالی که مال آوه دیگه همیشه، ببخشید جناب درستکار، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 100 سال دیگه ما دیگه امکان نداره از آب بخور بشیم. یعنی هیچی دیگه، هیچی را نداره دیگه واقعا؟ هیچی؟ میشه، ولی یه ذره از خود گذشتگی میخواد. بله. یه ذره مراقبت. یه ذره ما نه، از خود گذشتگی هم میخواد. سختی هم میخواد. یه قدیما و یه قدیم دولت. همین روند پیش بریم، خوشسالی که داریم، صادرات خاک رو هم که داریم، هوا رو هم چون آلوده است نمیتونیم صادر کنیم. بنابراین تا چند دهه دیگه ایران تبدیل میشه یه چاله روی کره زمین. خدمت شما عرض شد که کوروش کبیر داشت میرفت که خداوند این کشور رو از 3 چیز دور نگه داره: دروغ، دشمن، خوشسالی. دروغ تو شما خود بهتر میدونی استادی، خداوند نه تنها دور نگه نداشت بلکه گسترش داد. دشمن که ما بهتر میدونیم، خداوند هر کاری کرد که دور نگه داره. ما خودمون شب و روز برای خودمون میتراشیم. یه خوشسالی مونده بود که خداوند بنده خدا یه چند هزار سالی زحمت کشید به سفارش کوروش دور نگه داشت، تا اینکه چند وقتی هستش که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی کشورمون جدی شد. با شیر آب بازی نکن، نگاه تو مثل موش شدی، نازی شیطون و بلا، چقدر تو بازی خوش شدی. مهمان این هفته رجب علی مزروعی است. آقای مزروعی نماینده دوره ششم مجلس و رئیس سابق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هستند.
سالهای سال شما اصلاح طلب بودید آقای مجری، با توجه به همین اتفاقاتی که الان افتاده هنوزم اصلاح طلب هستید؟ قطعاً. الان سال 1393 هست، با توجه به تجربیات شما در این 36 سال گذشته داشتید از انقلاب تا الان، رجب علی مجری چقدر هنوز به آرمانهای ولایت فقیه به عنوان یک نظریه حکومتی اعتقاد داره؟ والا آرمانهای ولایت فقیه که ما نداریم، آرمانهای انقلاب اسلامی هست و من به اون آرمان ها هنوز پایبند هستم. ولایت فقیه چی؟ ولایت فقیه به عنوان یکی از در واقع ارکانی هست که در قانون اساسی اومده و کسی که در زمره اصلاح طلبان خودشو قرار میده التزام عملی به قانون اساسی داره در چارچوب قانون اساسی. این رو بارها و بارها اصلاح طلبان گفتن. خب یعنی چی التزام عملی؟ یعنی شما التزام عملی دارین به ولایت فقیه؟ تا زمانی که در ایران بودیم که ما التزام عملی داشتیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه در چارچوب قانون اساسی اون جایی که ولایت فقیه از اختیارات قانونی برخوردار است کاملا ما پذیرفتیم. یعنی تقریبا همه جا دیگه. نه خیر، یک بحثی که ما در مجلس ششم داشتیم و هنوزم وجود داره اینه که یه اصل 110 قانون اساسی وجود داره. اینو میشه لطفا توضیح بدید؟ اختیارات و وظایف ولایت فقیه رو در اون اصل 110 قانون اساسی برشمرده. اصلاح طلبان معتقدند که این اصل در واقع سقف اختیارات و وظایف ولایت فقیه رو تعریف کرده. خب اون که خودش قبول ولی... نداره اینو اجرا. نه نه ببینید خود آقای خامنه‌ای در همه چیز بله، داره بله. اون اصل رو نقض میکنه خودش. اجازه بدید. ولی اقتدارگرایان میگن اصلا این اصل کف اختیاراته و سقف نداره. این دو نوع نگرش نسبت بله. به قضیه است به لحاظ تفسیر قانون. خب این که رهبری خودش قبول نداره و چیز نمیکنه که برای من که معتقد به قانون اساسی هستم که مشکل ایجاد نمیکنه، بنده که نمیتونم تغییر در واقع رفتار بدم. بنابراین اون بخشش که خارج از قانون اساسی هست حتی اگر رهبری هم انجام بده بنده منتقد اون بخشم، ولی در چارچوب قانون ما همیشه گفتیم که در واقع تا وقتی این قانون اساسی هست ملتزم هستیم. یه تناقضی وجود داره در شما، یعنی در اینکه شما همزمان دارید از ولایت فقیه و قانونی حمایت میکنید که اون قانون خود شما رو به اخیه میکشه همیشه. ببینید ما وقتی از قانون دفاع میکنیم برای اینکه در ایران حاکمیت قانون وجود نداره، در نهضت مشروطه یه قانون اساسی نوشتن، اون قانون اساسی که ولایت فقیه نداشت که، ولی چرا در عمل اون قانون اساسی اجرا نشد و از درون اون قانون اساسی یک کسی مثل رضا شاه در اومد؟ این برمیگرده به ساختار حقیقی جامعه، به مناسبات درونی جامعه. شما تا مناسبات درونی جامعه رو به لحاظ شاخصهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، یعنی اون شاخصهایی که برایندش میشه باز تولید استبداد، تا اونو اصلاح نکنید فرقی نمیکنه حالا اسمش رو بزنید شاه یا ولایت فقیه یا هر چیزی دیگه. ببینید در انگلستان نظامش چطوریه؟ پادشاهیه ولی دموکراتیکه. برای چی؟ برای اینکه اون مناسبات درونی جامعه به تدریج از سالها پیش به این سمت اومده و جامعه رو دموکراتیک کرده. الان میگن مزروع سلطنت طلب شد؟ نه اصلا ربطی به سلطنت و غیر سلطنت که نداره، بستگی به فرهنگ و در واقع مناسبات درونی جامعه داره. بنابراین وقتی ما میگیم دفاع از قانون میکنیم برای اینکه در کشور تا حاکمیت قانون به مفهوم واقعی چه در حکومت چه در جامعه اتفاق نیفته فرقی نمیکنه شما اینا رو عوض کنید. قانون اساسی مشروطه قانون اساسی بسیار مترقی بود، ولی هیچ وقت در جامعه ما فرصت پیاده شدن پیدا نکرد، برای اینکه تمام حکومت‌های بعد از مشروطه پایبندی به قانون نبودن. جامعه ما هم خیلی پایبندی به قانون نیست. انقلاب اسلامی هم اومد که حاکمیت قصن
آقای خمینی اصرار داشت که زود قانون اساسی بنویسند و رأی ملت بذارن برای اینکه حاکمیت قانون تو کشور برقرار بشه، ولی نشده. بنابراین اونجایی که من میگم التزام به قانون داریم برای اینکه اول باید قانون تو جامعه پیاده بشه، همین قانونی که به قول شما اشکال داره چیز داره، بعد جامعه در تجربه و عمل اشکالات قانون رو پیدا کنه و هی اصلاح کنه. مثل میگم مثل انگلستان، الان انگلستان که اصلا قانون اساسی هم نداره، در این یک نظام عرفی جامعه رو پیش میبره. بنابراین بحث حاکمیت قانون یکی از مهمترین شاخصه هایی است که اصلاح طلبا روش تکیه دارن و میگن آقا همین قانونی که الان، همین قانون اساسی که الان وجود داره، این باید اجرا بشه. این که آقای موسوی میگفت اجرای بدون تنازل قانون اساسی برای همین بود، وگرنه مفهومش این نیست که این قانون اساسی اشکال نداره، ایراد نداره. خیلی هم اشکال ایراد داره، ولی اول این قانون اگر اجرا بشه چه دولت و چه مردم باید پایبند به این قانون بشن، بعد میتونن تو مراحل دیگه اینو در واقع پیاده کنن. بنابراین اینجا اصلا بحث ولایت فقیه به عنوان یه چیزی که تحمیل شده است به مردم یا جامعه اینه، بحث اینه که این ساختار و مناسبات تا وقتی تغییر نکنه، حالا هر عنوانی شما میخواین بذارین، تو جامعه دوباره این باز تولید میشه و مشکل آفرین. خب آقای خاتمی یه ذره تلاش کرد که این حرفی که شما میزنید رو عملی بکنه، ولی تا اونجایی که ما دیدیم در تاریخ و اینها، اتفاقاتی که در دوران آقای خاتمی افتاد و قانون شکنایی که شد به شدت زیاد، ولی جامعه تغییر پیدا کرد، جامعه از لحاظ سیاسی بله. یه مقدار تغییر پیدا کرد، نه یه مقدار، ببینید، ولی خب آقای احمدی نژاد اومد. ببین وقتی نظام اشکال داره حتی... یکی دیگه میاد تمام همه چی میریزه به هم خراب میکنه. حتی آقای احمدی نژاد که اومد در دوران همون در واقع فرهنگی که دوران اصلاحات ایجاد شده، اون مجبور به حرکت شد. بله. ببینید در دوره سال مثلا 69-70 در ایران کسی نمیتونست به رئیس جمهورم انتقاد کند. شعار درست کرده بودن که مثلا اونایی که به آقای هاشمی انتقاد، که مخالف هاشمی مخالف رهبر است، مخالف بله. رهبری دشمن پیغمبر. بله. یعنی ولی شما الان ببینید که همه رو دارن با انتقاد میکنن. خب زمان هم تغییر کرده دیگه. فقط چیز نیست. ببینید این حاصل یه رونده. بل. یعنی آقای خاتمی اومد انتقاد از مقامات کشور رو عادی کرد تو کشور. ولی از بیرون اینجوری به نظر میرسه که شاید تیغشون دیگه مثل سابق نمیبره. یعنی اگر میبرید قطعا میزدن قلقم میکردن. حالا من هیچ برداشتی ندارم و قرارم نیست اونطوری باشه. باید هر جا به جایی قدرت که صورت میگیره به هر حال باید بتوند اون کسی که بیرون از قدرت و حکومت انتقاد بونه، هرچند اونها الان بیرون از قدرت و حکومت هم نیستن، ولی مهم اینه که این نقش انتقادی رو پذیرفتن. آیه مزری، سیاستمدار ایرانی که شما خیلی براش احترام قائلید کیه؟ در شرایط فعلی؟ کلن در تاریخ ایران. در تاریخ ایران که خیلی زیاد، یکی که فکر میکنین که الان میگفت که اگه الان بود اوزار درست، بله میگفت که همیشه پهلوان زنده رو عشق است. الان من بهترین در واقع سیاستمدار ایران رو آقای خاتمی میدونم. هنوز آقای خاتمی با توجه به همه مسائل، من هنوز آقای خاتمی رو یعنی مرد زمانه خودمون میدونم. یعنی فکر میکنم اگه آقای خاتمی الان روی قدرت بود و قدرت در دست داشت و از ایران بهتر بود؟ ببینید اونو نمیخوام بگم، تفکر و اندیشه آقای خاتمی متناسب با وضعیت جامعه ماست. یعنی اگر اون اندیشه آقای خاتمی بتونه تو جامعه حاکم بشه، اون جامعه ما رو به پیش میبره. مهم نیست که حالا آقای خاتمی در قدرت باشه. نه مزوری، خیلی تشکر میکنم که برنامه ما آمدید. مرسی. خیلی ممنون. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر هست، این یکی هم آدرس فیسبوک. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا، خانم، برادر، خواهر، دوست، آشنا، هوای بغل دستیتو داشته باشید.